قسمت دیگه از 97 چیز که یک برنامه نویس بهتر است بدانه در خدمت شما هستم کامنتی در مورد کامنت ها. کامنت در مورد آنچه کد نمیگوید. تجربه شخصی من میگه که کدهایی که حتی خودمون هم نوشتیم بعد از یک مدتی یادمون میره چی کار میکنن و این کامنت ها هستن که ممکنه ما رو نجات بدن یه وقتایی با خوندن کدهای دیگران به فراخور کارمون یا به ضرورتی که اتفاق میفته میبینیم خودمون میگیم ای کاش یه خورده بیشتر کامنت داشت ای کاش اینجاش رو توضیح داده بود و اونجاست که میفهمیم که کامنت ها چیزایی خوبی هست چیزی که الان بلدم بیشتر با خوندن کد های متن باز یاد گرفتم البته اونها هم کامل نیستند ولی به اندازه معقولی کامنت دارن و خیلی وقت آدم میفهمه چیا رو باید کامنت کنه و چیا رو یه وقتا کامنت ها کامنت های جهنمی هستن خیلی وقتا بد خیلی وقتا وقت و انرژی ما رو به هدر میدن مثل همین مثالی که میبینید که یه تابه است که نوشته Always returns true ولی همیشه فالس برمیگردونه و این خب یه وقتایی وقتی کامنت آپدیت نشه یا به هر دلیلی کامنت در تضاد با اون تابه باشه اینجوری میشه ما بایستی کامنت هامون رو به عنوان ساختاری از زبان در نظر بگیریم یعنی اینکه بایستی بخشی از ورژن کنترلمون باشه و در کنار کدی که توسعه میدیم کامنت ها رو هم همونجا بنویسیم و بعد با ابزارهایی مثل داکسیژن، جاوا داکس، مستندات رو به صورت اتوماتیک تولید کنیم یعنی اینکه روند تولید مستندات رو از روند تولید کد جدا نکنیم که این قطعا باعث میشه که کد کامنت نداشته باشه کلا یادمون هم باشه که ما اون خطات نیستیم داستان اون خطاتی که مولوی میگه رو یادتونه که سه نوع خط می نوشت خط اول و هم خودش میخوند هم دیگران خط دوم خودش میخوند نه دیگران خط سوم و نه خودش میخوند نه دیگران کدهای ما نباید اینقدر سخت نوشته بشن که به سختی خونده بشن کدهای ما نشه اون خط سومی که دیگه نه کد خود خودمون میفهمیم چی نوشتیم نه بقیه خب میفهمن کامنت ها رو باید جوری بنویسیم که برای خود آیندهمون باشه یا همکارامون یا تازه وارد از دید اونها بنویسیم خودمون رو بذاریم جای اونها و بگیم که خب اگه یه نفر تازه با این رو برو بشه دوست داره چیاش رو کامنت ببینه یادمون باشه که زیاده روی نکنیم ما بهتره که کامنت های کوتاه و روشنگری بنویسیم به جای کامنت های پیچیده و کد رو با کامنت قشنگ کنیم یعنی بهتر کنیم کامنت ها توی هدر ها اگه هدرن یا کتاب خونن باید جوری باشه که امکان استفاده از کد و بدون اینکه بریم سورس کد اون رو بخونیم بده و بایستی راهگشای درست کردن یا توسعه کد باشه یعنی جایی که لازمه کامنت بذاریم و زیاده روی نکنیم باید بدونیم که کی کامنت ننویسیم کیفیت و درست درستی کد رو میشه با خوندن از روی اون استدلال کرد کیفیت درستی کارکرد رو هم میشه با استفاده از تست فهمید اما کیفیت کامنت چطور اونو میشه آیا فهمید ما کامنت های مختلف انواع اقسام کامنت داریم کامنت هایی که غلطن اولا بی ارزشن یا گمراه کنندن مثل همون مثالی که دیدیم که یه چیزی که ریترن ترو میکنه ما نباید براش کامنت بذاریم یا اگه اسمش واضحه که داره چی کار میکنه دیگه لازم نیست ما کامنتشون بکنیم بعضی وقتا اون چیزی که ما کامنت میکنیم بیشتر طرف رو گیج میکنه لازم نیست که اونا رو هم بنویسیم یه وقتایی هم کامنت هامون درستن ولی بی ارزشن یعنی ارزش افزوده ای به اون چیزی که الان نوشته شده اضافه نمیکنن و اینها نویز هستن و یه سری کامنت دیگه هم داریم که کودهای کامنت شدن که اونها هم باعث میشن که هیچ استفاده ای ما از اون کدا نبر. نتیجه کامنت های زیاد توی این میشه که یا ما کلا کامنت ها رو بلوک کامنت رو ببندیم یا پاکشون کنیم یا همرنگ پس زمینشون کنیم و این باعث میشه که اطلاعات ارزشمندی که توی اون بخش کوچیکی از کامنت ها که واقعا ضروری و مورد نیاز بوده از دست بره پس یادمون باشه که کامنت کارا بذاریم واضحات رو توضیح نمیدیم بخش... بخشایی که به نظرمون مغفول مونده رو توضیح میدیم و باید قبل از همه اینها تلاش کنیم که کدمون یک کد خانا و سرراست باشه که نیاز به کامنت نداشته باشه پس یادمون باشه که کامنت های کارا بذاریم و کامنتی نذاریم که مانع پیشرفت کارمون بشه و سعی کنیم با بهبود ساختار کد از نوشتن کامنت فرار کنیم خیلی ممنون که به یه قسمت دیگه گوش دادید خدا نگهدار